ما میخوایم جوری بشه که دیگه جرأت جسارت به نظام، جسارت به اسلام، جسارت به انقلاب و جسارت به ارزش ها در این آقا و امثال این آقا و سران فتنه انشالله وجود نداشته باشه انشالله. چند تا مطلب ببخشید من شما اگر امکان داره میتونن دوستان بشینن که ما اینجا صحبت میکنیم مشکل در دوستان پیش نیاد. یک، ما از مسئولین قم میخوایم زودتر قائله این خونه ها رو جمع بکنه. این منابع فساد و این مساجد ضرار هستش که باعث میشه امثال این آقایون کثیف اجازه پیدا بکنن و جا و مکانی پیدا بکنن در اینجا مستقر بشن. ما از داستان قم، از داستان ویژه روحانیت، از مسئولین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی میخواییم و اولتیماتوم میدیم که هرچه زودتر بیت این نانجیب و بیت این مرجع آمریکایی رو به زودی زود تخته بکنن و بساطشون از شهر قم جمع بکنن. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! مطلب دیگه، وصیت حاج احمدهای خمینی دستبل عین همه ما و دیگران باید باشه. اما متاسفانه این فرزند ناخلف که خوب ملت کف حقش و کف دستش گذاشتن تو 14 خرداد، متاسفانه سرسره‌ای شده بود که بعضی از این آقایون سرش سوار بشن و سر بخورن تا خودشون رو به انتخابات ریاست جمهوری 3 سال آینده که انشالله دوزشو به دلشون ملت خواهند گذاشت برسن. اما حرف ما قومی ها و طلبه ها اینه، اینا چون طلبه هن حرفشون با ماست، کارشون هم با ماست، خودمونم باید خودمون پهنش کردیم، خودمونم جمعش میکنیم. امثال من رفتن پای درس شجستان بزرگش کردن، خودمونم باید کوچکش کنیم. کار ماست، هیچ کس انتظار نداریم، نه اطلاعات نه انتظامی، اما ما کار خودمون خوب میدونیم به شرطی که مسئولین ما هم بدونن. ما اجازه نمیدیم از اول مهر ما ایشون درس تو قم داشته باشه. فیضیه محل خون شهدای روحانی است، محل تحصیل برای بچه های انقلابی و بچه های سید علی خامنه است. ما اجازه نمیدیم، از همینجا اعلام میکنم ما کار خودمونو میکنیم. بچه های اطلاعات و امنیتی و انتظامی و نظامی بدونن فردا اتفاق افتاد نگن چیزی بشه. ما انتظارمون اینه که از اول مهر وجود نانجیب این فرزند ناخلف حاج احمدهای خمینی رو ما تو قم نداشته باشیم. انشالله امیدواریم که برخوردی بشه، خدا انشالله خوب کف دستشون گذاشت، انشالله به زودی زود بقیه نانجیب هم رسوا بشن و ملت حقشون رو بدن کف دستش. برای سلامتی نائب امام زمان حضرت آیت الله عظما الامام سید علی حسینی خامنه ای، اللهم صل على محمد وآل محمد، و برای شادی قلب نازنین آقا امام باقر، شادی قلب حضرت معصومه، تسلای دل حضرت معصومه که این نانجیبا میان متاسفانه تو قم دوربر حرم حضرت قرار میگیرن، و برای اینکه انشاءالله خداوند اون قوت و اون برکت و اون توان رو به شما بده تا آخرین لحظات و تا آخرین قطرات خونتون رو فدای این نظام و انقلاب بکنین، بر محمد و آل محمد بلند صلوات بشه. و عنایات ایشون به کرامت نظام هنوز که هنوز تکلیف بر ما مهیا نشده که تکلیف یه سره بکنیم، الحمدلله سفرش جمع شده، ولی ما ازشون بازم میخواییم، ملتمسانه میخواییم آدم بشن، برگردن به سر راه قبلیشون، بالاخره ارزش داره اون سابقه گذشته شون رو احیا بکنن و برگردن پای نظام. درست نیست، خوب نیست برای شخصیتشون، برای هیکلشون، هیبتشون خوب نیست که بخوان تو مسیر ضد انقلاب قرار بگیرن و سران فتنه رو ایشون سوار بشن، ازشون کولی بگیرن. آقای هاشمی هم باید به راه برگرده، وگرنه خیلی راحت حذفش میکنیم. ملت نشون داد نه انتصاب به امام، نه انتصاب به مقام و رتبه خاصی، هیچ چیز رو در مقابل ولایت نمیفروشه. من چند شعار میدم، انشالله موکول میکنیم به آکومل، انشالله شما را فیض بدن. مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر ضد ولایت Yeah.
مشغول دارم.